ببین این حالی که اکثرشون رو احساس میکنم من نگرفتم، به خاطر اینکه کشف و شهود انقدر همونجا شروع میشه برام وقتی کار رو میبینم، چون دیتیل ها رو که خب بالاخره شما نمیبینی وقتی داری شاتر میزنی، مخصوصا توی نگاه ها. یعنی یه چیزایی رو وقتی دارم عکاسی میکنم نمیفهمم، فکر میکنم حال طرفم خوبه، ولی وقتی کار رو میبینم خیلی نگاه ها عجیبن. اصلا دروغ نمیشه گفت به دوربین. از این مجموعه برام شروع شد که قبل و بازیگرا رو قبل و بعد از اجرا روی بک ثابتی ازشون عکس میگرفتم، یه عکس فیکس، و میگرفتم میرفتم نگاه میکردم. بعد میدیدم که بعد از اجرا بازیگرا میخوان خسته بازی کنن برای دوربین من، ولی چشماشون برق بیشتری داره تا نسبت به قبل از اجرا، و این خیلی برام عجیب بود. ظاهرشون خسته بود ولی چشماشون برق داشت، انگار یه کاری رو کرده بودن، انگار یه واقعا هم یه کاری رو کرده بودن، یه اجرا رفته بودن، شده بودن یکی دیگه برای دو ساعت. از اینکه تصاویر راز دارن از عکاسی خوشم اومد، اینکه میتونن یه چیزایی رو نگن. خب ولی بعد عکسامو هی یه جوری میگرفتم که یه رازی داشته باشن، یعنی یه چیزی رو حذف میکردم، میخواستم از تو عکس بگیرم تو رو نمیگرفتم، خب تو رو میذاشتم اینجا، ولی میدونستم که حضور تو بیرون کادر تو این عکس تاثیر میذاره، بعد هی یه رازی اضافه میکردم به عکسا. ولی از یه جایی بعد تصمیم گرفتم تو ترکیب بندی و توی تکنیک من سعی نکنم به اینکه یه رازی اضافه کنم به عکس، چون فکر کردم که چون دیدم که یه پورتری خیلی ساده خودش راز داره، یعنی خود آدم ها انقدر مرموزن اصلا لازم نیست حالا من بیام پیچیده ترش کنم، بیام مرموز ترش کنم، و کلن یه ذره دوربین آوردم عقب‌تر، یعنی هم خودم یه ذره اومدم عقب‌تر، هم یه ذره دوربینم لانگ شات تر شد. خب دیگه سعی کردم اونم ببینم اصلا تو رو هم ببینم، چرا تو رو حذف کنم از کادرم که این رازی اضافه کنی، تو رو هم میبینم که این رازه ده برابر شد اتفاقا، میدونی که تو نگاه تو یه چیزی هست، تو حضور تو یه چیزی هست. نمیدونم، من دارم الان از این لحظه عکس میگیرم، میدونی قبلا خیلی دکوراتیو بود ذهنم چون گرافیست بودم، خیلی تو ترکیب بندی هم دقت میکردم که همه چی ساده باشه، این بیاد بخوره به اونو بخوره، ولی الان فکر میکنم که من الان بخوام از این لحظه عکس بگیرم، اینه عکس من، همه چی هست، اگه این دسته زشته این دسته زشته و هست. عکس ها پرسپکتیو خیلی تو ذهن من بوده، یعنی اینکه توی شهر رفتارم توی شهر فرق میکرده با رفتارم توی جایی که من دارم خط افق میبینم، خاطر اینکه تو شهر من اینو میبینم و کوتاه‌بین میشم اصلا، یعنی خودم به خودم میبینم دارم پشت فلانی حرف میزنم. خب ولی وقتی که جلوم بازه ناخودآگاه من دور رو نگاه میکنم و این میره تو تنم، میره تو رفتارم. این مثلا توی هند خیلی محسوسه، خیلی محسوسه، جایی که خیلی بازه و اینها، این طرف پا میشه از پای درختی جلوش رو نگاه میکنه، داره 8 کیلومتر اون ورتر رو نگاه میکنه، تو میترسی از تیزی نگاهش، میبره نگاهش، و توی اینا اون کارکتری که داره جلو رو نگاه میکنه برای من نشونه همینه که بازم ولی انسانه، خیلی چیز عجیبی نیست، خیلی فرقی نداره تو اونجا گیر کنی تو نقطه طلایی باشی تو نقطه طلایی نباشی، ولی روی خودتی، همه چیز خودتی، یعنی برای هر کی هیچی به جز خودش وجود نداره، همه چیزی که ایمان داره وجودش خودشه.